من فوجان هستم. من نریمون هستم. نسل ما نسلی است متفاوت از نسل پدر مادرمون. همونطور که نسل پدر مادرمون متفاوت از نسل پدر مادرش و همونطور که نسل بچه‌های ما متفاوت از نسل ما خواهد شد. و اما موضوع این هفته ای پرنده مهاجر، ای پر از شهوت رفتن، فاصله قده دنیاست بین دنیای تو با من. فکر میکنین که بچه ها تا چند سالگی باید تو خونه پدر مادرشون بمونن؟ به نظر من تا هر وقت که بچه میتونه تو خونه پدر و مادر باشه چرا نه، زیر نظر پدر و مادر باشه، ولی بازم تشویق بشه. اینکه الان به سنی رسیدی که خیلی مهمه که کار کنی که دنیای خارج رو بشناسی و این تجربه رو ببینی که کار یعنی چی. صبح باشدن مثل پدر یا مادر که میرن سر کار، این احساس مسئولیت رو بکنه. ولی به نظر من فکر نکنم هیچ پدر مادری اون روز رو بخواد که این بچه ها از خونه برن بیرون. خب میدونین که تو کالچر ما دوست داریم بچه همون از لانگ که میتونیم تیکرشون کنیم، ولی خب هر کسی احتیاج به استقلال داره. من فکر میکنم وقتی که بتونن که خودشون خرج زندگیشون رو در بیارن و بتونن که مورگیج خونهشون رو اینا رو بدن، they have to live. آره، باید خونه رو ترک کنن دیگه، اینجوری براشون بهتره، برای پدر مادر هم بهتره، اونا هم پرایوسی میخوان. هر چه آدم پیرتر میشه خب سخت‌تر میشه با آدم زندگی کردن. اینا فکر میکنین که بچه‌ها تا چند سالگی باید تو خونه پدر مادرشون بمونن؟ او به نظر من تا 8 سالی که خواستن، یعنی اگر که تا 50 سالگی هم دوست داشتن خونه بمونن، پدر مادر باید خوشحال باشن که بچه‌شون پلوشون مونده. ولی اینا خیال شوخیه، ولی برای اینکه واقعا بچه‌ها در اصل اگر با پدر مادر هم زندگی بکنن باید یاد بگیرن که چطوری مستقل بتونن زندگی بکنن. ولی این به این معنی نیست که 18 سالشون شد یا 20 سالشون که شد بگی آقا تو دیگه یا خانم برو دیگه خونه خودت. تا موقعی که بچه راحته با شما و شما راحتین با بچه، به نظر من بمونه باهاتون در این حال که ترین بشه که چطوری میتونه مستقل باشه. بودن با شما به این معنی نیست که مستقل نباشه، میتونه با شما زندگی بکنه ولی هنوز تو رفتارش و تصمیم گیریش تو برنامه‌ریزی خودش مستقل باشه. یعنی حتی اگه ازدواج کرده باشه شما اوکی هستین که بچه‌تون با شما زندگی کنه، تو خونه شما زندگی کنه؟ ازدواج بکنه داستان دیگه ایه، ولی اگر که باز میگم لزوما نه، یعنی خوبه که بچه بره زندگی خودش شروع بکنه، پدر مادر دیگه دخالت آنچنانی تو زندگی روزانه بچه نداشته باشن. ولی اگه شرایط جوری شد که بچه لازمه که خونه پدر مادرش زندگی بکنه، به نظر من اشکالی زیاد پیش نمیاد. من خودم معتقدم که بچه همیشه باید بدونه که خونه پدر مادرش براش پشتیبانی و کمک پدر مادر رو همیشه داره. حالا اگر اونو احساس میکنه در اینه که اتاقش رو براش نگه داریم، یا مثلا بدونه که همیشه یه جایی داره برای برگشتن، اونو من میخوام به بچم به اصطلاح پروژکت کنم که بدونه که همیشه میتونه رو ما حساب کنه. ولی خب درس زندگی رو غیر از اینی که برن بیرون هیچ جور دیگه یاد نمیگیرن، یعنی باید برن و این حالت ما چون همیشه ساپورتشون میکنیم، همیشه مواظبشونیم، خودشون هم نمیدونن اینو. تا موقعی که نرن بیرون و خودشون سر پای خودشون نیستن و ببینن که واقعا دنیای واقعی چجوری داره آپریت میکنه و چجوری مردم رفتار میکنن، آگاهی نخواهند داشت. خب اون زمان به نظر شما که وقتی که شغل گرفتن، وقتی که دانشگاه میرن، کی فکر میکنین که دیگه میتونن مستقل باشن؟ میدونی هر بچه فرق میکنه. من خودم فکر میکنم که مثلا باید به بچه نگاه کرد و به رشد عقلیش. نرمالی دیگه وقتی میرن دانشگاه it's about the right time. اون 4 سال خیلی مدت خوبیه که برن بیرون و یاد بگیرن. معمولا هم میرن دوباره برمیگردن سال دوم. ولی خب البته اگر شغل بگیرن و اینا که اون دیگه طبیعتا من فکر میکنم باید سر پای خودشون بایستن. یعنی میدونی اینی که ساپورت رو روش حساب کنن، ولی خب تا نرن درس زندگی رو بیرون یاد نگیرن نمیتونن تو جامعه خودشون رو نشون بدن. یعنی شما اوکین اگر که دخترتون وقتی که شغل گرفت بخواد بره یه جایی رو رنت کنه و برای خودش زندگی بکنه؟ والا من خیلی راضیم. آره اگه خودش هم دوست داشته باشه من مشکلی با این مسئله ندارم. آره دیگه تا اون موقع احتمالاً بالای 25 ساله مثلا میدونی من دیگه it's about time که برم چیکار بکنم. آره تماشاگرای نسل ما سلام، برگشتیم دوباره این هفته تو استودیو هستیم، براتون برنامه آوردیم، دوباره در خدمت دوستان و فوجان. موضوع این هفته درباره عینک آفتابیه. عینک آفتابی تو قشنگ. نه شوخی کردم. خوش اومدید. درباره چشه قشنگتون رو ببینید. دوستان عزیز، بینندگان محترم، این هفته میخوایم درباره یه موضوع خیلی جدی صحبت بکنیم. چقدر تا کی
میتونیم در خونه پدر مادرمون تا هر وقت که دلمون بخواد. هر وقت که دلت بخواد. نورمالش چیه؟ مال 17 سال بود. عادی. وقتی که چون یه خواستگاری پیدا بشه بیاد در خونه رو بزن و چیه توی در میزنه میخوام بیام در خونه نمیشه. سارا جان به عنوان دختر ایرانی بله فکر میکنی که تا کی دوست داری تا کی میتونی زندگی تو خونه ما باید بمونی؟ دو تا سوال مختلف. تا کی دوست دارم؟ من دوست دارم تا میتونم باهاشون بمونم، مخصوصا به خاطر که من تنها دخترشون هستم و همیشه اونا برای من، یعنی من عادت کردم بهشون. خیلی سخته که بخوام موو اوت کنم، تنها باشم. یکی یه دونه. چون یکی یه دونه هم دیگر. بعد عادت... بله. سرخش بزنم. چون عادت کردم بهشون، واقعا دوستم تا میتونم باشون بمونم. به نظر من تا موقعی که ازدواج کنم میخوام با پدر مادرم باشم. که دیگه بعدش با شوهرم و... چیه؟ تو تا که میتونی دوست داری؟ اجازه داری تو خونه پدر مادر بمونی؟ اجازه؟ اگه بس تا که میتونم تا وقتی که به قوانین خونه احترام بذارم. مایبول دقیقا چیزی که پدر مادر، تا وقتی که بتونم اون قوانینشون برم جلو اجازه دارم باشم. اما تا وقتی که دوست دارم، خودم شخصا دوست دارم، دوست ندارم تنها زندگی بکنم. یعنی اگه شرایط رفتن به بیرون هم این باشه که من برم خودم تنها یه جای زندگی بکنم، نه ترجیح میدم با پدر مادر. اگه مثلا روممیت داشته باشه هم خونه بستگی داره، اون محبت رو بتونم بگیرم از یکی. حالا بعض ما میشه گرلفرند یا زن و بچه و اینجور حرفا برو والا، اما ممکن با یه روممیت نتونه اینقدر اون ارتباط رو برقرار بکنی که مثلا یه وقت میای در خونه بو قرمه سبزی بیا، چای آماده. نه اما کلا اگه به چیز دلخواه خودم باشه، اون محبت و کانون گرمی که به قول معروف میگن کانون گرمی که توی خونه است رو ترجیح میدم. بس بخوای موفق کنی دیگه مید میخوای، رو مید نمیخوای؟ مید نه، بس اون حالا شوخی بود، بس همون محبتشه. بس محبتشه. من تو یک سال پیشم تنها زندگی میکردم، دوباره برگشتم خارج از آمریکا بودم، اون احساس کردم اون کم بوده محبت رو نیاز دارم. آخه لاتیس، تو به عنوان کسی که از 17 سالگی از خونه بیرون بودی، چه احساسی داری؟ چرا زدی بیرون؟ چرا رفتی؟ پدرم اولا که خیلی مخالف بود برم، ولی من خب چون آدم خیلی دوستش مسافرت کردن، دوستشم هنوزم که هنوز همینطورم، دوستم کل دنیا رو ببینم، دوستم تو کشورهای جدید زندگی بکنم. حالا بعدم یه سن بچگی و تینیجری و شهر بودم، 17 سالم، آره سن خیلی کمی بود. خیلی کم. همیخواستی بیشتر واسه چیه مثلا؟ جدا باشم، جدا زندگی بکنم. آره نه آزادی نه. خسته شده بودی؟ نه خسته، میشه گفت خسته شده بودم، میشه گفت واسه چارلی تو کرده. ولی نه، علی الان که برگشتم، الان سن 26 سال رو که رد کردم دارم برمیگردم تقریبا به 10 سال پیش که نگاه میکنم، میبینم هیچ جا خونه پدر مادر آدم نمیشه. هیچ جا. خوبه حالا فهمیدی چون موقع نفهمیدی. بچگی کردی. نه بعد ببین اون موقع تو اون سن نمیتونی بگی که الان. من الان دلم لگ زده واسه کباب کوبیدهایی که بابام درست میکنه، واسه جوجه کبابایی که درست میکنه، واسه خورش کدویی که مامانم درست میکنه. واقعا منظورم اینه که به هر حال آدم تو زمانی که خونه پدر مادرشه، خب از یه آرامش فکری و روانی خیلی خوبی برخورداره. یعنی میدونی بالاخره الان من چند وقت پیش مثلا مریض شده بودم اینجا، سرما خورده بودم، خدا شاهد کسی نبود یه دونه کاسه سوپ بده اینجا دستم. آخه چم واسه که میفهمی واقعا قدر پدر مادر رو آدم میدونه. بله کاملا درست. من این دکترم بازی میگم شوفتون نه این میکروفون ست داشتن دوربین که امیدوارم نگرفته باشه. حالا یه مسئله هست، حالا از همتون وقتی که پدر مادر رو میخوان، مخصوصا پدر مادر ایرانی که اجبار میکنن که تو خونه بمونی،
فکر می‌کنین به خاطر اینکه دوستت دارن بیشتر بخوان کنترلت کنن، چون پدر مادر ایرانی میدونی خیلی جفتش بستگی داره اینجا. اینجا اگه دختر باشی دوستان خب به خاطر همون مشکلات فرهنگی و یا اعتقاد فرهنگی معمولا دوستان دختر تا وقتی که ازدواج نکرده از خونه نره بیرون. It's more, she's more چیزه she can get hurt more easily. خب این تو بیشتر صدمه به دختر. اما تو خانواده آمریکایی ببینی خب اینطوری نیست. خصوص تو تو یکی به کسی صدمه نزنی که تو صدمه نمیرسونی. من به خدا خوبم. اما اول برگردیم سر حرف، اول به خاطر کنترل کردنه، بعدش به خاطر اینکه میخوان پلوش با همون عشق فرزند و مادر و پدر دوستان پلوشون باشی، اما اولش کنترل. من الان مثلا حالا به خاطر چی بخوان کنترل که نمیخوام، کنترل که نه عقده کنترل، دلشوره کنترل ندارم، ولی پدر مادرای ایرانی هر پدر مادری دوست داره بدونه بچه‌ش کجاست، چیکار میکنه، با کی چشش باشه، خیالش راحت. نه بخاطر دلشورگیه، بس تو خونه بشه. بابای من نمیخواد، بابای من میخواد پرایوسیشو داشته باشه. ولی نه همیشه به مثلا من خودم واقعا انقدر آرامش خیالی که توی خونه پدر مادرم دارم شاید حتی تو خونه خودم هم نداشته باشم. همه همینن، به خاطر اینکه مثلا من الان دارم فکر میکنم برمیگردم میبینم آفرین آرام میدونی که یه اتفاقی بیفته، مامانه هست میاد یه دست به سر گوشت میکشه با اینکه عزیزم زلزلم بیاد اون خونه تکون نمیخوره. دقیقاً همینه، دقیقاً یه سایه داری. پدر بالا سرته فکر میکنی دست محبت مادر رو صورت فکر میکنین که تا موقعی که تو خونه با مادر پدر زندگی میکنیم چه مسئولیت آیا باید مسئولیت داشته باشی؟ درصد چه مسئولیتی؟ نه اینکه بخور و بخواب دارم، من الله نگه دارم پدر مادر هر چیزی که اونا تعیین بکنم. اگر میگم مثلا چه میدونم دوست ندارم این وقت شب بیای بیرون، در خونه ساعت 4 صبح باز بشه، نه اگر مثلا نصف شب با کسی نیای تو خونه خب اونم نه خاک بر مثلا این یه سری قوانین مثلا قوانینی که نه آره دقیقاً بعد وظیفت به عنوان این که داری زیر سخونه وظیفه نیست، وظیفه نیست اطاعت از قانون احترام گذاشتن، یعنی تا زمانی که بخوای زیر سقف پدر مادر زندگی بکنه و از قوانینش نه من داشتم از این لحظه بگم مثلا بیلز شوری پی بیل شوری مثلا کمک اون دیگه بستگی به پدر مادر داره که اگه کمک نیاز داشته باشن یا نه، بعضی ممکن پدر مادر بعضی میگن باید بدی مثلا من میکنی باید همه چی چیز بشه بهتره که باشه، چون که دیگه اون موقع کلمه لوس بودن میشه به کار برد، احساس مسئولیت اون فرزند دیگه بخواد یواش یواش اون احساس مسئولیت درونش به وجود بیاد که مثلا یه زندگی هم هست که خب بعد یواش یواش پله پله بره بالا، یه زمانی هم باز خونه بره بیرون یه زندگی بر خودش بسازه، اون از اون لحاظ مهمه. بفهم بخشیده یه سوال الان خیلی مثلا فکر میکنین که نمیدونم مثلا همه اینطوریه یا نه، ولی what if مثلا بخوای دانشگاه بری، بعضی مثلا میدونم آمریکایی‌ها بعد از های اسکول آره میدن، یعنی ایرانی ها مثلا اونو دیگه یه چیزی که باید باش کنار بیان، چون که خیلی ها میگن نه آره. میگن واسه چی الان میخوای بری الان نه به حتما بری. من خودم شخصا دانشگاه بودم هنوز تا آخر دانشگاه هم پلو پدم تو پسر بودی پسر بود ولی پسرا خیلی با دختر خوش شرایط دانشگاه کجا قبول بشی هم مهمه، میشناسم تا میرن جو بله ایرانی هم میشناسم، فرهنگ ایرانی ها خیلی با فرهنگ ایرانی هم میشناسم. نه به آخه عزیز من یه زمانی هست بعضی وقتا شما پرایوسی خودت احتیاج داری، مثلا من خودم آدمی ام که دوست دارم صدای مثلا موزیکم تو خونه بلند، بابای من خودش اعصاب هم چیزی نداره، مثلا پرایوسی نیست، ولی مثلا به عنوان یه دختر ایرانی اگه تو دانشگاه بگیم کالیفرنیا قبول بشی آیا پدر مادر میذارن بری؟ آیا باهات موو میکنن اونجا؟ آیا باید میجر تو عوض بکنی؟ دانشگاه تو عوض من خودم موو میکنم. اگه که کیس این باشه که من دانشگاه قبول شدم و قراره که برم اونجا به خاطر درسم،
پدر مادرم میگن که خب این باید بره، چون باید بره اونجا موف کنه. ما که نمیتونیم کار زندگیمونو ول کنیم که با اون بریم که اون به درسش برسه. بالاخره خیلی مهمه که تراست بکنن. من مثلا الان خواهرم دانشگاهی که قبول شد واسه کارپرکتیک، بله تو کالیفرنیا قبول شد. دانشگاهی نبود نزدیک اینجا بجز مثلا نیویورک که بخواد بره دانشگاه کارپرکتیک. کالیفرنیا ببخشید اون وقت جاش خیلی مهم کالیفرنیا. ببین دوست پسر داره. خب میدونم، نه میخوام ببینم. Anyways, بذار پوینت هم رو برسن. خواهر فوجان سلام. ولی الان مثلا به من نمیدونم، الان به من مثلا مامانم میگه که میگم مامان شب من این دانشگاه قبول نشم، شب باید موف کنم دور بگیرم. مام دنبالت میایم. میگم واسه چی به فرنک؟ اسم خواهرم فرنک. سلام. واسه چی؟ آره. خب علتش همه. ولی مثلا الانم به خواهرم دارم میگن برگشتی از کالیفرنیا، ما مثلا خواهرم داشت میگفت میخوام آپارتمان بگیرم با فوجان و اینا، برگشت اینجا درسش تموم شد. چهارمان غلط کردیم، تو خونه ما زندگی میکنیم، ما با گذاشتیم بری به خاطر چی؟ به خاطر که باید میرفتی. الان که برگشتی باید تو خونه ما زندگی کنی تا موقعی که بخوای دیگه شوهر کنی. به عنوان دختر ایرانی اگه شما با پدر مادرتون راحت، اگه دوست پسر بگیریم پدر مادرتون میگین درسته، بعد از 3-4 سال اگه پسر آماده نباشه بخواد ازدواج بکنه، تو بخوای با پسر موبی بخونی؟ این یه خود تو فرهنگ ما جا نیفتاده که مثلا یه دختر با... دوستام نه خیلی هستن میگم کامل جا نیفتاده هستن، اما تو فرهنگ ما کامل جا نیفتاده که یه دختر حالا بدون که ازدواج کرده باشه مثلا بره خونه دوست پسرش با دوست پسرش زندگی بکنه. حالا آره تو تو ایرانی ها هستن که، اما میگم کلا تو خود شخصا اینطوری نیست. من طوری که مثلا نمیدونم تو همین چای یا نه، طوری که من ریس شدم من با این طرز فکر شدم که غلطه. واسه چی من با یه دوست پسرم زندگی کنم؟ من که نمیدونم تا کجا میرسه. مامان بابام به خاطر همین میگن نه، به خاطر اینکه نمیخوام صدمه بزنم، نمیخوام هرت بشی. پس کن دیگه عاشق معشوق شدی. نمیخوام من تا ازدواج نکنم با من موبت نمی کنم با نه اون دختره که گفته بود که موهات بمون چنان که داری خرس میخوریم. یه ویدیو پست کردی روی فیسبوک دختر کوچوله گفت آره من باید جاب بگیرم اگه پسره بیاد ازم خواستگاری کنم من میگم من باید باید کار بگیرم. از اون موقع دارم راجعش از اون موقع تارا تو چی فکر میکنی؟ بذار تارا حرف بزن. ببخشید میخواستم ازت سوال بکنم. من به نظرم اشتباهه، چون فکر میکنی که مثلا عاشق طرف شدی حالا میخوای بری باش مووینگ کنی، تا اگه یه روز دیگه دعوت بشه به اون طرف کجا میخوای برگردی؟ میخوای چیکار کنی؟ آخرش میرسی به خونه مادر به تو نکام. مسئله اینه که اگه بخوای بری هیچ وقت با به قول خودمون پولاتو پشت سر خراب نمیکنی، میری دوستانه میری. اگه پولاتو پشت سر بکنی که واقعا احمقانه است، پدر مادرت همیشه برات بودن هستن خواهم بود، ولی پولاتو پشت سر خراب نکن. آخه میگن که اگه پات از خونه من بذاری بیرون دیگه برنگرد. نه من نتو بچه‌ام با این فکر میره بعد سرش به سنگ بخوره برمیگرده. اما در مادر قبولت میکنم. اونا نمیدونن، بعضی نمیدونن اینا رو. برگردیم به اون حرفی که تو زدی درباره مسئولیت ها. فکر می‌کنی اون وقتی که پدر مادر به بچه مسئولیت میدن، آیا دارن میخوان که بهش چیزی یاد بدن؟ پول برقو بده، پول آبو بده. خب این همون که بلد بشه. خب برها دیگه مسئولیت رو قبول بکنه. مسئولیت رو قبول بکنه. وقتی که اونا نباشن، مثلا اگه پدر مادرت بخواد همه کار واسه تو انجام بدن، 1% مثلا حالا خدا نکنه مثلا اونا چیزشون. خب بزن بزن. میخوای چیکار کنی؟ تو بعد یاد بگیری که چجور خودت بتونی کار خودت انجام بدی. حتما نباید بدونه. حتما من فکر نمی‌کنم حتما باید از خونه مادر پدرت بری بیرون تا بفهمی چجوری باید تنها زندگی کنی. من احساس می‌کنم که اتس اوکی میتونی با مادر پدرت زندگی کنی، ولی بعضی مسئولیتی که بعداً می‌خوای داشته باشی وقتی مووت می‌کنی می‌تونی همونجا همین کارو بکنی. مثلا اجاره بدی. You don't need to. پول آب و برق مثلا. حتما نباید از خونه مادر پدرت بزنی بیرون اینا رو بفهمی. دقیقاً همین قضیه که اون احساس مسئولیت رو داشته باشی، اینکه حالا پدر مادر بیا یه پول تو جیبی هم بهت بده تا مثلا 25 سالت 26 سالت پول آب و برق میگه خب حالا من برم فانمو داشته باشم، خوشگذرونی بکنم، به فکر آینده نباشی که حالا یه خونه‌ای هم بعد در آینده بخرم، زندگی تشکیل بدم، اینا هستش. کم حرفی خوبی؟ به چی فکر میکنی؟ عشق نمیده. نه یکی داره صدات میکنه. داشتم فکر میکردم که من اگر کسی پول نگیرم به کسی پول نمیدم، نه پس نمیدم. این از من
نه اجاره میدم نه پول آب و برق میدم. راجع به مسئولیتم بالاخره، حالا من که میگم من خودم خیلی زود بود اومدم بیرون، به هر حال تنها زندگی کردم، شاید خیلی بیشتر از همه شما، ولی به هر حال باید دیر یا زود وارد جامعه بشی، به خاطر اینکه هر چقدر دیرتر بدتر. یه زمانی هست شماها همتون بعد باره زندگی رو به دوش بکشین، مردین ازدواج میکنین، دخترین ازدواج میکنین، به هر حال باید یاد بگیرین دیگه. حالا از خونه پدر مادر بالاخره یه سنی باید شروع کنین مسئولیت پذیرفتن رو. مثلا من یادمه مثلا مامانم، من مثلا میرفتم مسافرت، همیشه خیلی اصرار داشت که خونه تمیز باشه و من واقعا میکردم این کارو. یعنی مثلا اینا میرفتم، تنها بودم تو خونه، حالا آدم مجردم، مثلا دوست داره مثلا صبح پاشه مثلا لیوانش، حالا میگه بعدا میشورم مثلا لیوانم، حالا خب یاد گرفتم. همین باعث شد که مثلا من الان خب خودم آشپزی میکنم، خودم میشورم، خودم لباسام اتو میکنم، شب شام خونه داتش من نوکرش دست پختم. من فوق العاده خوبه عزیزم، از الان دارم بهت میگم که آشپزی با من 19 ساله من دیگه سوال چایلیتریو چای عزیزم یه سال پس نه یه سال پس فکر می‌کنین که حالا نمیخوام چیز بشه واسه ما در پدرم هم از من بعدش میاد، حق دارن مثلا بخالت کنن تو زندگیت اگه تو خونهشون هست؟ آره حق دارن. مثلا تو چه حد؟ مثلا به چه چیزایی؟ اگه مامان من زندگی منو زیر و رو من کرده، من میگم که آره حق دارن، هر چقدر میخوای بخالت کن همه چی باید بدونن، ولی مثلا فکر میکنم بخواد بعضی مثلا از دوستای خودم باشون حرف میزنم خوش میاد خیلی بخالت میکنه دیگه نمیتونم، میخوام از اینجا مووت کنم، میخوام عزیزم برم دیگه بالاتر از این. من بیرون میمونم مامان من تعداد سیگارامو میشمرد ببینه من چند تا سیگار اونم اشتباهه. به قول خود وقتی که پی میکنی ریسپانسیبلیتی داری تو خونه پدر مادر، باید اونو چی میگن اونو بخوای که پدر مادر یه ذره بهت سپیس بدن. درست که بری ذره اسپیس بدن، اگه میخوای دوستاتو بیاری مهمونی بندازی، اگه دوست دختر دارید دوست دختر بیاری تا حدودی، ولی بازم نظر خود دارید دست در نکنه میره امشب چارلیتری و بسات و اینا امشب شام خونه شما هم مکرم داشت. دوستان عزیز خیلی ممنون که امروز با ما بودین، پدر مادر عزیز ببخشین که یه ذره ما بد صحبت کردیم، ولی ترجیح ما باید مادر پدرها رو حتما بیاریم رویش رو با ما باشن، شما هم خودتون حتما آیده. فقط میخوایم رابطه همونو بهتر بکنیم، دوستتون داریم، اسپانسر هم لازم داریم که صندلی ایشون رو عوض بکنیم. خیلی ایشون رو شما من تکس میکنم دونیت کنین به شو ما با ما به ما زنگ بزنین، تماس بگیرین پدر مادر عزیز، با ما ایمیل بزنین، دوست داریم که بیان اینجا جا. آره 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 اینو بعد رو به برنامه روال بکنیم که یک جانبه حرف نزنی، بعد یه پدر مادر من خسته شدم یه ذره برای پدر مادر رو صحبت کردم، تو خسته شدم یه هست جدید میخوام، موبایل داره زنگ میزنه. تا برنامه بعد خدا نگهدار. یه قربان شما شعر سیاوش قمشی داره میگه که وقتی که صدای خونه منو تا آخر جاده میکشونه، این سرابه توی جاده که چشامو میپوشونه.